محله ها تو از این محله به اون محله میام و لب سلام بچه‌ها، چطور هستین؟ و خوش اومدیم به این چنل. امروز با هم دیگه میخوایم موزیک جدید کوچه به کوچه رو از دلو گوش بدیم و دلو به نظر من واقعا خفنه، واقعا با استعداد. فکر میکنم پایین 7 یا پایین 8 تا حالا تو این چنل بهش نمره ندادم، به جز موزیک مرسی دنیا که فکر میکنم بهش 7.5 دادم. جزمین نمره این داده نشد، بهتون دلیلشو گفتم قبلا. صدا سیما نمره بالایی دادم، فری استایل خیلی خوبی بود، دیگه به شما بگم. دستمال یزدی نمره 9 دادم بهش. بریم بدون معطلی موزیکو گوش کنیم، حرف اضافه نمیزنم، با اینکه دلو رو قلبی دوست دارم، ولی اگه حال نکنم باش، اگه سلیقه‌م نباشه، اگه مودم نباشه، میگم امروز حال نکردم با این موزیک. با اینکه موزیک خفنی بود من حال نکردم باش، تهش هم بهش نمره میدم. شما حتما نمره‌ای که بهش میدین رو برام بنویسین. بریم ببینیم موزیک چه جوریه. تمامی تصاویر متون استفاده شده، تمامی تصاویر متون استفاده در این ویدیو سرگرمی و جنبه هنری داره. اوکی. مثل اینکه از بیگ مسعود کمک گرفته برای این تیک از موزیکش. البته حالا نمیدونم داره تیکه میندازه باز هم به هیپاپولوژیست یا نه، ولی داره پرچم تهران رو میکشه بالا و این کارش چیز نداره، یعنی به معنی به موفقیت رسیدن نیست. وقتی حالا 4 نفر بیان غمه بکشن، نمیدونم اینو بزنن، دعوا بگیرن، به نظرم این نشونه مثبت یا چیزی نیست. حالا خوب، حالا درسته مثلا نشونه خیلی ما گنگمون بالاست، مشی هستیم، میکشیم، اینجوریم اونجوریم، به نظرم نکته مثبتی نیست که دعوا بگیری، غمه بکشی، اینجوری چه میدونم تیزی در بیاری. ما یه چیز افتادم، یه فیلمی بود نوید محمدزاده بازی کرده بود، دو تا قبیله مثلا انگار افتاده بودن به جونم، اسمشو یادم رفته، کارگردانش هم حمید سیدی بود، اسم فیلمو من یادم رفته، اون فیلم شبیه اون بوده، اونه.
اصلا همیشه باید راجع به آدم فروش صحبت بکنن. تو تمام موزیکاش من دقت کردم، این کلمه رتو فعلا تا اینجا نگفته، جاش اومد گفت آدم فروش، این همش داره استفاده میشه. باحاله کانسپتش، خدای باحاله. در اول اینجوری تعریف کرد، گفتش آره ما مثلا اینجوری اونجوری تو رو میکشم، ها تو رو میکشم تا اومد اینو مثلا گفت، بعد داره میگه یه روزی از این روزا میام محله شما، خیلی باحاله. سبک اون خاطره ای که من از کوچه به کوچه داشتم کلا عوض شد. الان یکی به من بگه میام محلاتون، من یه ذره باید بلرزم الان دیگه. حس میکنم دلو برای این موزیک به اندازه موزیک های قبلی خودش وقت آنچنان نذاشته بود. بیشتر وقتشو برای موزیک ویدیو خفن خودش، موزیک ویدیو واقعا خفن بود، به خاطر موزیک ویدیو خودش فکر کنم بیشتر وقتشو گذاشته بود، چون لیریکال خیلی قوی تر از این حرف هست. یعنی شما یه فری استایل دلو رو برین گوش کنین به نام رادیو اکتیو، تو اون مثلا یه جمله میگه 10 تا معنی داره، مثلا یه جمله میگه 10 تا معنی داره، ولی من اینجوری نتونستم پیدا کنم تو این موزیک، شاید توجه نکرده بودم به لیریک کار. به نسبت موزیک های قبلیش حس میکنم یه کوچولو ضعیفتر بود، یعنی نمره 7 از 10 نمره یه که من به این موزیک میدم، ولی در مجموع موزیک ویدیوشو من دوست داشتم. موزیک ویدیو خیلی خفنی بود، ترسناک بود، من الان یه ذره ترسیدم، الان میترسم بیاد بالا سرم. در مجموع لذت بردیم از موزیک. نمره که شما میدین بهش حتما برای من بنویسین نظرتون، حتما برای من بنویسین بچه‌ها، دوستتونم خیلی زیاد، عشقید. تا بعد.